و اما در ادامه نگاهی کنیم به وضعیت امروز بازارهای مالی ایران. همکارم آرش آزرمی هم از طریق اسکایپ همراه ماست. آرش، ابتدا به بازار ارز بپرزیم که امروز این بازار اکثر شاخصهاش روند نزولی رو در پیش گرفتن. دلار صرافی ملی 0.2% کاهش داشته و به 24059 تومان رسیده. از شما بیشتر بشنویم در رابطه با این بازار. خب بله، دلار صرافی ملی در آستانه از دست دادن کانال 24000 تومانی است. دلار بازار آزاد هم 24500 تومان امروز رسید، 120 تومان افت داشت. در مجموع نیمه تعطیل بودن بازارها و بعد همین تعطیلی 6 روزه‌ای که امروز خبرش اعلام شد، تحلیلگران و معامله‌گران بازار میگن حجم معاملات رو به شدت کاهش داده. از اون طرف بازارهای پیرامونی مهم بر روی بازار ارز ایران یعنی هرات و سلیمانیه هم به دلیل قربان اونها هم تعطیل شدند و تمام اینها مزید بر علت شده که روند نزولی قیمت ها رو عمدتا تحلیلگران بازار ارز روی این مسئله ارزیابی میکنند، با وجود سیگنال های بیرونی که میتونست در شرایط عادی موجب افزایش قیمت بشه. حواله دلار در سامانه نیما تنها شاخص سعودی بود و یورو و حواله درهم هم هر کدوم 0.6% و 0.4% کاهش قیمت داشتند. اما در بازار رمز ارزها هم کماکان تحلیل های متفاوتی از آینده این دارایی ها در واقع در رسانه های مختلف مطرح میشه. شاید دو دسته شدن تحلیلگران، یک دسته کاملا روند رو نزولی میبینن و یک دسته خوشبین هستن به ادامه وضعیت بازار. اما امروز بیت کوین کم نوسان بود، در کانال 31000 دلار نوسان کرد، در مجموع نزولی. اتریوم هم از مرز 2000 دلار تا 1850 دلار افت کرد در معاملات امروز و دوچ کوین هم تا 17 سنت قیمتش کاهش پیدا کرد. نگاهی هم بکنیم به بازار سکه و طلا که در این بازار هم ما شاهد افت قیمت ها بودیم، البته به جز سکه تمام که 10000 تومان کاهش قیمت داشته. در این بازار دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ خب با توجه به وضعیت قیمت جهانی طلا که اونس در حدود 1810-15 دلار تقریبا تثبیت شده، به نظر میاد که بازار داخلی طلا به دلیل اون قیمت جهانی کمتر از بازار ارز تاثیر گرفت. سکه تنها شاخصی بود که کمی مثبت شد، اما نیم سکه، مزنه و طلای گرمی بین 0.4% تا 0.7% کاهش قیمت داشته. خب نگاهی هم بکنیم به بازار بورس. در روی نقشه همونطور که میبینیم رنگ سبز امروز غالب هست. اکثر گروه های بورسی با افزایش قیمت روبرو شدن. گروه های بورسی بزرگی مثل محصولات غذایی و شیمیایی رو میبینیم که افزایش قیمت داشتن. اگر جدول رو هم ببینیم، شاخص کل بورس امروز 0.6% افزایش پیدا کرد. در بورس ما شاهد چه روندی بودیم؟ خب امروز شاخص کل هموزن هم 0.7% رشد کرد. در مجموع همونطور که در نقشه دیدیم اکثریت بازار مثبت بود. نسبت نمادهای مثبت به کل بازار همین رو نشون میده، 2/3 بازار مثبت، 1/3 منفی. نسبت به دیروز هم این شاخص رشد بسیار زیادی رو داشت. امروز آخرین روز معاملاتی بورس خواهد بود. تا دوشنبه هفته آینده در کنار بانک ها بورس هم گفته شده که تعطیل هست به دلیل تعطیلات کرونایی و بنابراین این آخرین روز معاملاتی این هفته در واقع وضعیت بسته میشه. گفته شده که مجامع شرکت ها که عمدتاً در این فصل انجام میشه فعلا گفته شده انجام خواهد شد، اما باید در اون حوزه هم شک و تردیدهای وجود داره که ممکن هست مجامع هم به تعطیلی کشیده بشه که خب اون میتونه تاثیر بذاره روی روند گزارش دهی شرکت ها در بازار. اما ارزش معاملات خرد امروز 21% کم شد، به مرز 5300 میلیارد تومان رسید. خالص فروش سهام هم امروز کاهش پیدا کرد. در مجموع صفهای فروش از صفهای خرید بیشتر بودند، اما رقمش حدود 340 میلیارد تومان شد و 68 میلیارد تومان حقیقی ها وارد بازار کردند برخلاف دیروز. ممنونم از توضیحات آرش آزرمی، در این بخش با ما بودیم.